درود خدمت شما دلنگیزان، حسابی خوش اومدین به اخبار روز جمعه یعنی 13 آبان. امیدوارم از این ویدیو حسابی لذت ببرید. این عکسی رو که داریم با هم دیگه میبینیم خیلی قدیمی و خیلی جالبه. این آقا داره راجع به یه بادمجونی صحبت میکنه، این بادمجون 5 ماهه میوه نمیده و این بادمجون اومده ربط داده به دولت رئیسی. من نمیدونم این دو تا چه ربطی به هم دارن واقعا. روز جشن آبانگان فرخنده باد. در باور ایرانیان باستان آب مقدس است و هیچگاه نباید آن را آلوده کرد. زرتشتیان برای این جشن به کنار رودها و جویها رفته و فرشته آب یعنی آناهیتا را نیایش می‌کنند و به شادی می‌پردازند. در کتابی به اسم زندگی مردان نامی نوشته شده سربازان ایرانی سربازان شکست خورده رومی را تعقیب کردند، اما چون به رودخانه‌ای رسیدند به رومیان شکست خورده اجازه دادند بگریزند، چون ایرانیان نمی‌خواستند آب را آلوده کنند. در باور ایرانیان باستان بانو آناهیتا نگهبان آب‌های روان در تمامت دنیا است. خیلی خوشحالم جشنای دیگه‌ای بجز روز دخترم داریم. فتح‌الله زاده گفته دلیل عدم شادی بازیکنان استقلال همدردی با خانواده کشته شدگان شاه چراغ بوده. و سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که چرا تصویر قطع شد پس؟ شکنجه پدر علم ژنتیک ایران توسط عوامل امنیتی. دکتر داریوش از بازداشت کوتاه مدتش اینگونه گفت: میگفتن در مقابل تصمیمات مملکتی مطیع محض نیستم. وی گفته است من از 36 ساعتی که در اختیار این افراد بودم به مدت 26 ساعت در نگرانی شدید بودم. این 36 ساعت برای من زجر روحی بوده. در این ساعت نه خوابیدم و نه غذا خوردم. اینکه چطور نظرشان عوض شد نه از آغاز آن خبر دارم و نه از پایان آن. و در آخرم اضافه کرده اگر کوچکترین آسیبی به جان من که یک استاد دانشگاه و دارای جایگاه علمی و یک فرد 85 ساله هستم میرسید، چه لطمه‌ای به حیثیت این کشور و ملت ایران وارد میشد. وزیر بهداشت گفته امیدوارم نمایندگان مجلس مالیات سیگار را تصویب کنند. مثل اینکه به مجلس یه دونه نرخ برای افزایش قیمت سیگار فرستاده شده ولی هنوز جوابی از سمت مجلس نیومده. تو روزهای آینده احتمالاً قطعی شدن این خبر معلوم میشه. سردار نقدی گفته اشتباه بزرگی کردیم که اینترنت را در اختیار مردم قرار دادیم. و در ادامه صحبتاش گفته که یک اشکال نیز خودمان ایجاد کرده ایم. این است که مردم و جوانان را در یک فضای تحت مدیریت دشمن رها کرده ایم و در این فضا مدیریت افکار عمومی را دست آمریکا و رژیم صهیونیستی داده ایم. متاسفانه به گونه ای عمل کردیم که آنها تصمیم میگیرند مردم و جوانان ما چه چیزی را ببینند و چه چیزی را نبینند. عکس شهید سلیمانی را حذف میکنند و هشتگ شاه چراغ را برمیدارند و صدها صفحه و کانال انقلابی دیگر را میبندند و در عوض جریان فساد را باز میگذارند. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. بچه آیدی چنل تلگرامی که اینجا براتون میذارم، من همه اخبار رو از اینجا برداشتم. بیشتر محتوایی که داخل این ویدیو ازش استفاده شده از داخل این چنل تلگرامی برداشته شده. اگر میخواین اخبار رو خودتون دنبال کنین، خودتون بخونید بدون حذفیات، داخل چنل تلگرامشون عضو بشین و از اخباری که در اختیارتون میذارن حسابی لذت ببرید. امیدوارم تو ویدیوهای فردا شب و اخبار فردا شب و پس فردا شب ببینمتون. خیلی مخلصیم. درود بر شما.